سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز ارجمند. در خدمت یکی از دوستای خوبم پوریا مدرسی هستیم، از بچهای توپ و تور ما اصطلاحا میگیم، توی رشته بدمینتون فعالیت دارن. ازشون میخوام خودش بیشتر راجع به خودش و فعالیت‌های خودش و سابقه خودش بهتون بگه که شما بیشتر باهاشون با دوست خوبم بیشتر آشنا بشید. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، پوریا مدرسی هستم، 26 سالم است، بدمینتون بازی میکنم، 13 ساله و در خدمت شما هستم. تو مثل که سابقه توی تیم ملی ایران هم داشتین درسته؟ و فعالیت هم اینجا دارین درسته؟ یه مقطع کوچیکی دقیقا سال 80 بود فکر کنم برام عضو تیم آموزشگاه ایران شدم. اینجا هم الان عضو تیم دانشگاه رایسان هستم، بدمینتونشون هستم. چاله اینجا هم تونسته مقامی کسب کنی یا هنوز خیلی؟ اینجا مقامای تورنمنتی داشتم ولی تو مسابقات دانشگاهیشون هنوز نه، ولی خیلی امید دارم سال آینده بتونم که جزء 4 تا یا باشم حتما، چون یه سیستم دانشگاه اینجا با ایران خیلی فرق میکنه، چون تمام دانشگاه میان واسه مسابقات و تمام بازیکن ملی پوششون هم میان و من یه مدت وقت احتیاج داشتم تا بتونم با سبک بازیشون آشنا بشم، ولی فکر میکنم سال آینده بتونم. اینجا اون امکاناتی که میخواین و همه اون شرایطی که میخوان براتون فراهم شده، همه چی هستش؟ مثلا امکانات از ایران بیشتره یا مثلا کمتر، یا اون شرایطی که به قول معروف یه ورزشگاه توی رشته بدمینتون میخواد، توی رشته که خودتون میدونید وسط مهیا هستش یا خیر؟ حالا خدمت شما عرض کنم، من ایران که بودم تو لیگ بازی میکردیم و میتونستیم پول در بیاریم، یعنی ورزش به عنوان یه شغل واسه ما حساب حرفه‌ای بود، ولی اینجا ورزشو مثلا بدمینتون رو ورزش رشته دیگه نمیدونم، ولی بدمینتون اصلا نگاه حرفه‌ای بهش نیست و امکانات ایران من فکر میکنم بیشتر بود تو این زمینه ورزش، مخصوصا سالوناش، مربیای خوبی که داشت. اینجا بیشتر حالت حرفه‌ای نیست بعد ورزشش، ایران حرفه‌ای‌تر بود، امکاناتش هم خیلی بیشتر. بله درسته، چیزی که اینجا مشاهده میشه متاسفانه به ورزش اونجوری که باید شاید نگاه نمیکنن به صورت حرفه‌ای. ایران یک کشوری هستش که قهرمان پرور ما به اصطلاح توی ورزشی میگیم، ولی خب متاسفانه اینجا نداره. اوکی پوری جون، صحبت خاص دیگه در انتها نداریم؟ من یه نکته رو خیلی دوست داشتم بگم که یه چیزی که همیشه ما شعار میدادیم که ورزشکارای ایرانی پهلوانن، منش پهلوانی دارن. من اینجا خودم تو یکی از مسابقاتم عیناً فهمیدم که پهلوان منشی یعنی چی. اینجوری بهتون میگم، من خودم یه مسابقه داشتم، حریفم مصدوم شد و طوری بود که نمیتونست ادامه بده، ولی رفتم گرفتگی عضله داشت، رفتم کمکش کردم که اون گرفتگی عضلش دردش فروکش کنه. خب این چیزایی بوده که ما از ایران یاد گرفتیم که به حریفمون اگه به مشکل یا مصدومیت شد کمک کنیم، ولی متاسفانه خودم چند بار تا اینجا مصدومیت خیلی بد اومد سراغم، ولی متاسفانه حریفم فقط به من پشت کرد یا به من خندید، حتی هم تیمیان و مربی هم نیومدن به من کمک کنن. و این چیز خیلی جالب، خیلی دوست داشتم یه جا بگم که تفاوت یه ورزشکار ایرانی با ورزشکار دیگر کشورها که من حداقل اینجا میتونیم انواع ورزشکار از ملیت‌های مختلف رو ببینیم، چون یک کانادا مهاجرخیزه و ورزشکار از کشور مختلفیان، اینه که اون منش پهلوانی تو بچه‌های ورزشکار ایرانی، اونم به خاطر دیدگاه قدیمی که تو ایران بوده و ورزش پهلوان منشی که بوده هست، که متأسفانه اینجا بین ورزشکار خارجی نیست. و من این چیزا هم خیلی متاسفم که اینجا نمیبینم و تو ایران خیلی زیاد میدادم. بله متاسفانه این چیز همیشه توی ورزش هستش، این قسمتی از اون ناداوری ها، همین چیز همیشه هسته. بالاخره بعدم ما به این بخش به عنوان یک ایرانی من اینجوری فکر میکنم، چون که ما به عبارت ما سفیر اون کشور خودمون هستیم، اینجا نشونه از فرهنگ خودمون رو داریم، اینجا داریم فرهنگ خودمون رو نشون میده. خب نباید اون باید شاید مثلا چیزایی که مثلا تو حتی تو لیگ خودمون ممکن بود مثلا ندیده بگیریم، اینجا باید به اون ریزکاری هم خیلی دقت کنیم، چون که میگن طرف مثلا دنیا هستش این چیزا. خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم پویا جان، مرسی، ممنون که تشریف آوردید، دعوت ما رو قبول کردین. خصوصا با شما خدا هست.